بسیار زیاد خوش آمدین دکتر سیم. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم تلویزیون وطن. سپاسگزار هستیم. برای بیننده های عزیزم بسیار خوش آمدید میگم، برای شما همچنان بسیار خوش هستیم که امروز سر یک بحث بسیار اکادمیک و علمی دکتر سیب صحبت میکنن. اینا یک رساله را به چاپ رساندن یا نشر کردن در جستجوی نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمدتا برای افغانستان. در این رساله که بسیار ارزشمند و علمی که اینا نوشته کردن، تحلیل های بسیار جالب دارن، بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی سر نظام های لیبرال دموکراسی غربی، سر نظام های سوسیالیستی، تناقضات از اینا، نتایج از اینا، نتایج رقابت ها در شرایط جنگ، بالاخره سر وضعیت کنونی جهان. و چیزی بسیار جالبه که در این رساله هست، تحلیل بسیار عمیقی که دارن که یک بدیل نظام های لیبرال دموکراسی و بدیل نظام های سوسیالیستی بر زندگی بشریت، که چگونه نظام ها جامعه بشری به سوی رفاه و ترقی میکشانه، چگونه نظام ها هم دموکراسی رو مراعات میکنه، هم رفاه و پیشرفت و ترقی و آبادانی کشورها رو به وجود میاره، تجربه از سالهای 1970 به بعد چگونه است تا کنون. در مقابله با این نو نظام، کشورهای ظهور کردن که در اون نظام های سوسیال دموکراسی طرف استفاده کردن، تطبیق شد. کشورهای اروپا شمالی، دنمارک، سویدن، نروژ، هلند، تا حدود آلمان، حتی انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، این کشورها نظام های سوسیال دموکراسی را تطبیق که در او دولت ها کوشیدن از طریق سیاست های مالیاتی، از طریق با معرفی مالی مترقی یا از سرمایه‌دارای بزرگ مقدار زیاد پول بگیرن و این را به جامعه تقسیم، در بدل از خدمات معرف در جامعه مجانی توزیع کنن، خواست خدمات صحی را یک بیمی صحی مجانی را بر مردم فراهم کنن، حقوق کمترین حد اقل حقوق بر جامعه خود در مزد تعیین کنن و این کشورها امروز از لحاظ اندکس بهبود وضع اجتماعی و وضع زندگی در بلندترین سطح در جهان قرار دارند. کشور نروژ در نمبر درجه اول است در دنیا، همچنان همیز کشوری را قبل نام گرفتم، یا به ترتیب در از لحاظ وضع زندگی و رضایت مردم از وضع زندگی خود در معیار بسیار بالا قرار. خب ما عرض ما این بود که در زمانی که ما در جریان های روشن فکری در افغانستان جریان داشت، در او تبلیغات صورت می گرفت که از نظام های مختلف تبلیغ می شد، از جمله یکی هم اقتصاد و نظام اسلامی بود که مزایای زود ما از احزاب اسلامگرای که در اون زمان البته برنامه سازمان جوانهای مسلمان یاد می شد که اشخاص مثل گلبدین حکمتیار و ربانی و نیازی و غیره در او شامل بودن و روزنامه بود برنامه گهیز که ایره نشر می کرد نظریه های زیاره و در او البته از اقتصاد اسلامی صحبت می شد و عدالت اجتماعی را در اقتصاد اسلامی می دیدن. من کوشش کردم که چیز من خواندم از این مردم در مورد مبانی اقتصاد اسلامی، که اقتصاد اسلامی اساساتش چیز، اما من کوشش کردم جستب گرفته از مطبوعات مختلف، از نوشته های مختلف در سطح جهانی، شورای مختلف و بعضی کسایی که کوشش کردن اقتصاد اسلامی را فرمول بندی کردن و کنن و در یک مدل اقتصادی ایرا عرضه کنن. من ایرا کوشش کردم که ایرا زیبنم که چی نوع اقتصاد
اسلامی چی اساسات داره. اقتصاد اسلامی رو میخواستم توضیح کنم که اقتصاد اسلامی چی معنی داره. اقتصاد اسلامی به این معنی که ما در قرآن، خداوند در قرآن شریف هدایت داده که در روز آخرت، یعنی مردم از طرف خالق یک مساوی خلق نشدن و به مو اساس در روز آخرت هم از با مساوین سوال نمیشه. از هر کس به اندازی امو سطح زندگی رو که برش ارزانی شده بود سوال. و همچنان در احادیث وجود داره که در او گفته میشه که بنی آدم، اولاد بنی آدم در روز آخرت از او به اساس سوال میشه که زندگی خود چه قسم انجام داده، جوانی خود چه قسم تایی کرده، از کدام را عاید پیدا کرده و ای عاید از کدام را مصرف کرده. ای گفته میشه در مجموع در اسلام کار اقتصادی ثواب است و این یک واجبه مسلمان که با کار تولیدی و تجارتی بپرد و از او را کسب معیشت. اما این باید از راه های مشروع باشه، یعنی حلال باشه. کاری که میکنه حلال باشه و در راهی که مصرف میکنه باید حلال باشه. در اقتصاد اسلامی ایجاد ثروت، قسم گفتم مال، مشروعیت داره. توزیع ثروت از طریق پالیسی های صورت میگیره، مانند زکات، مانند که زکات مالیات هست، از طریق خیرات، از طریق صدقه، از طریق اوقاف، از یا اجرا میشه این توزیع ثروت. و یکی از معیارهای مهم در اقتصاد اسلامی ایست که احتکار صورت نگیره، صرفه‌جویی نشه، پسنداز نشه. پول باید مصرف شه، آید باید مصرف شه. و ای در مجموع این و هدایات سبب از این شده که در بین جامعه، بین روحانیون، بین مردم گوشه‌گیری رونق پیدا کنه، صوفیگری رونق پیدا کنه، عدم علاقمندی به کارهای دنیاوی مورد علاقه قرار بگیره. چون حالا که اگر شما از طالبا و غیره اسلامیستا بشنوین، بهبود سطح زندگی مردم هیچ و هدف نیست. او که فقط آن چی که گفته میشه که هر چی پیدا کردی از راه حلال پیدا کو و این مصرف کو و چیز دراندوزی نکو. ما به خاطر دارم 25 سال پیش بود، چه وقت بود، در کنبرا یک فاتحه بود، در او همی آقای چیز گپ میزد، سیقل که سفیر بود در افتر فرانسان در ملل متحد، او جوان از ما جوانتر است، او وقت یک دو آتشه نماینده حزب جمعیت اسلامی بود، او مردم هم میگفت که او مردم دلار جمع نکنین، دلار تان جمع نکنین، چیز کنین، نگاه کنین، او مچون که ایتو کنین، خودش هم جمع نکدن؟ آقای سیقل جمع نکدن؟ چرا نیست؟ خب دیگه، ما چیزای شخصی چانه چیز نمیگم، ولی منظور می بود که حتی که در این کشارهای غربی آمده بودن، در این جامعه سرمایه‌داری بودن و بایست یک مبلغ صحبت می کردن، مردم تشویق می کردن که پشت مال دنیاوی نگردن. این یکی از نقایص بزرگی است که در مقابل این چیزای وجود داره، در اقتصاد اسلامی وجود داره که سبب از این مانع اندوختن سرمایه برای سرمایه‌گذاری می شه. و دیگه ای که در خب از این میگذاریم. خب در اقتصاد اسلامی یک چیز موضوع مهم دیگه که از موضوع مفاد پول است، همین ربح.
این ممنوعست در ربح یا تکت پولی یا تکتانه که تو از پول عاید نباید کنی، یعنی از قرض دادن پول باید کسی عاید نکنه. تکتانه یا انترست ممنوعست، این را به نام ربح میگن. و می خاطر در کشورهای اسلامی کوشش شده بانک های اسلامی با وجود بیاید و این سیستم قرضه های خانه دوره و چیز اسلامی با وجود بیاید که در او انترست درخواست نمیشه از مشتری ها، فقط در او مصرف مصارف اداری بانک ها تقاضا میشه. و اقتصاد بانکی اسلامی فیلن در کشورهای مانند مالیزیا و اندونزیا رواج زیادتر یافته، حتی در بسیاری کشور عربی هم بانک های اسلامی وجود داره که او کوشش میکنن این قرضه های بدون انترست یا بدون تکتانه را برای مشتری های خود بتن. ولی البته چیزی که مفاد میگیرن این به عنوان مصرف بانک است، مصارف رفع مصارف بانکی یک مقدار پول پس میگیرن. اما در مجموع این اقتصاد اسلامی یا سیستم بانکداری اسلامی در خود کشورهای اسلامی هم مانند مالزی یا اندونزی یا کشورهای عربی در پهلوی سیستم بانکی تجارتی بسیار بسیار کم است. تمام اقتصاد اسلامی دنیا را که حساب کردن بانک سیستم بانکداری حتی در کشورهای انگلستانی ها هم بانک های اسلامی وجود داره. اینه که محاسبه کردن از چند میلیارد دلار بیشتر نمیشه که این فقط یک سوم یک بانک بین المللی را عوایدش نیست. مثلا HSBC بانک اگه ببینید شما هزاران میلیارد دلار عواید داره. خب در او زمان برای ما در زمان دهی دموکراسی این تبلیغ میشد که اقتصاد اسلامی جایگزینی چیز شده میتونه رژیم های سرمایه‌داری و رژیم های سوسیالیستی شده میتونه. و امروز این طالبا تبلیغ میکنن، میگن نظام سوچی اسلامی میخواییم، در او اقتصاد سوچی اسلامی باشه. ما ببینیم که این اقتصاد سوچی اسلامی چگونه خواهد بود، چون کشورهایی که فعلا نظام اسلامی در او اصلاح دولت ها اسلامی در او کنفرم هستن، از مراکش گرفته تا اندونزیا، در این کشورها امو نظام سرمایه خصوصی، نظام اقتصاد سرمایه‌داری حاکم است. عرض کردم بهترینش مالیزیا است و اندونزیا که در او امی بانکداری سیستم بانکداری اسلامی را انکشاف دادن و معرفی کردن، برش فرمول بندی کردن اساس. اما ما هیچ کشور خالص اسلامی که بتونه نمونه شو برم کشورهای مانند افغانستان نداریم. اگر شما از طالبان پرسان کنیم که نمونه یک کشور اسلامی را بر شما نشان بدن، و یا از یک اخوانی دیگه پرسان کنیم، از یکی از طرفدارای جمعیت اسلامی پرسان کنیم، و یکی از طرفداران گلبدین حکمتیار اسلامی پرسان کنیم که نمونه کشور مورد دلخواه کشور اسلامی شما چیست، بسیار ورخطا میشن. من این سوال در سال 1989 فکر میکنم بود در پوهنتون ملی استرالیا کردم. در اون زمان اگر بخاطر داشته باشین رئیس جمهور پاکستان ضیاءالحق در اثر سقوط یک طیاره کشته شد. اتفاقا امروز که او کشته شد در این پوهنتون ملی استرالیا یک کنفرانس علمی را گرفته بودن در مورد افغانستان که او را راهنمایی میکرد دو اکادمیسیان در پوهنتون ملی استرالیا، یکی پروفسور میلی بود، بل میلی و دیگهش پروفسور امین سیقل
برادر کلان ام آقای سیقلی که در ملانتید نمانده. یا دانشمند های بین‌المللی خواسته بودند که راجع به افغانستان و دولت اسلامی که و آرزو داشتن جایگزین دولت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان شوه صحبت کنن. و البته این بیانیان مختلف داده شد و ما امی سوال کردم از امی آقایون که شما وقتی دولت اسلامی رو میخواین در افغانستان تطبیق کنین، جایگزین دولت دموکراتیک خلق کنین، امی یک مثال بر ما بدین که ما بفهمیم که این دولت چه قسم خواهد بود. یک مثال عملی بدین از این کشورهایی که در جهان کشورهای اسلامی وجود داره، شما کدومش میخواین؟ برای 5 دقیقه 6 دقیقه این مردم در جستجو بودم که چی بگن. بالاخره پروفسور امین سیقل خیست و گفت که پاکستان، گفت دولت اسلامی پاکستان نمونه خوب است. خب ما شما همه میفهمیم که دولت پاکستان دولت به نام اسلامی است، اما اقتصاد اسلامی نداره. اقتصاد پاکستان یک اقتصاد آزاد تجارتی رقابتی است و همچنان از لحاظ سیاست های اجتماعی سیاسی از آن چه اسلامگره ها تبلیغ می کنند زمین تا زمان فاصله دارد. بسیاره ما از این یک مرور بود از جهان بینی های مختلف که تبلیغ می شود در زمان برای روشن فکرهای افغانستان. بعد از او افغانستان با کودتای 26 سرطان داوودخان مواجه شد. نظام سلطنتی مشروطه ساقط شد. نظام بنام جمهوری معرفی شد. من به شخص داوودخان احترام دارم. در زمانی که وقتی که در 1973 کودتای 26 سرطان اجرا شد و در وزارت پلان کار میکردم. و بعدا در پلان 7 سالی داوودخان ما بسیار نزدیک کار کردیم، همراه عمر داوود پسرش که رئیس تخنیکی در وزارت پلان بود هم کار بودم، منشی کمیته طرح و توحید پلان 7 سالی داوودخان. یعنی از تمام از آن چیز در این پلان بود من کاملا متعلق. ما تیم های مختلف مشورتی داشتیم در وزارت پلان، از تیم ایندیا گرفته تا تیم آلمانا. صدای شما نمیست. با معذرت، یک تداخل، چون در بحث پیشترتان هم سر دوره های گذشته یک مقدار مکس داشتین و یک قسمت های مهم بحث و خصوص در رابطه با وضعیت کنونی و طرح های طالبان و طالبانیزم و بالاخره آمدن صلح و چگونگی یک حکومت در لحظه کنونی یک بحث کلان مانده. اگر از اون دوره تیر شیم سر امی دوره که دکتر اشرف غنی شروع کرده و فعلا چی وضعیت و چی چالش های وجود داره در اینی مرحله که فعلا مسائل مهم است، اگر برین بسیار خوشنود میریم. بسیار عبرت ما تشکر. خب یک گزارا میتونه که به این سر درسته ما البته ممنون دارم مردم افغانستان در 700 سال گذشته فرصت پیدا کردن که آن چیزی که برشون گفته شده بود در عمل ببینن. این کسایی که جهان بینی را تبلیغ میکردن در عمل چی کردن؟ این تجربه زنده تمام مردم افغانستان است. ما هم دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق دیدیم، متعاقب از او دوران مجاهدین دیدیم که مو احزاب اسلامگرا بودن که چیز بر سر مردم افغانستان آوردن، چی بر سر دولت افغانستان آوردن. و متعاقب از او سوچترین دولت اسلامی جهان دیدیم که در زمان طالبا اعمال شد که چی ضوابطش کنان بود و چی چیز ارمغان به مردم افغانستان ارمغان دادن، علاقه مندی از او به انکشاف اقتصادی اجتماعی جامعه چه تا چه حدود بود، به انکشاف اقتصادی تا چه حدود بود، همه را ما در عمل دیدیم. کسی امروز نیست که بتانه مردم افغانستان با الفاظ چرب و نرم فریب بدن.